عدد های علامتدار چه عددهایی هستند و چرا لازمه که عدد ها را علامت دار کنیم ؟ سلام، خوشحالم که یه بار دیگه همراهمون هستین قبل از این یاد گرفتیم که عدد برای شمارش و اندازه گیری مقادیر و اندازه ها هستند؟؟ <applause> اما اگه بخوایم وضعیت یک عدد رو نسبت به یک حالت مشخص اولیه که مبدع سنجش نامیده میشه نشون بدیم چی کار باید بکنیم؟ مثلا اگر بخوایم مسافت طی شده در دو جهت مخالف رو با اعداد نشون بدیم یا زاویه ایجاد شده توسط متحرک هایی که در دو جهت مختلف ساعتگرد و پاد ساعتگرد روی محیط دایره حرکت کردن و یا اندازه قد افراد خانواده نسبت به مثلا قد من در بیان گفتاری و نوشتاری میتونیم از کلمات معکوس مانند کوتاهتر، بلندتر، چپتر، راستر، سنگینتر و سبکتر، بزرگتر و کوچکتر، بالاتر و پایینتر استفاده کنیم. مثلا در حالت اول میتونیم بگیم چهار قدم به جلو چهار قدم به عقب در دومی 90 درجه پات ساعت گرد و 135 درجه ساعت گرد و در مقایسه قطع هم بگیم 60 یا 40 سانتی متر کوتاهتر و یا همقدر و یا 10 سانتی متر بلندتر و به همین ترتیب اما در زبان ریاضی ما نمیتونیم از این کلمات استفاده کنیم زبان ریاضی زبان اعداد و نمات و ما باید به وسیله اونها سنجش و اندازه رو نشون بدیم بنابراین دوباره میپرسم چی کار کنیم؟ بذار من بگم در عملیات جمع و تفریق ریاضی وقتی به یه مقدار مشخص مقدار دیگه ای رو اضافه بیکردیم از علامت به علاوه و وقتی کم بیکردیم از علامت منها استفاده بیکردیم حالا بیتونیم از این دو علامت که بهشون علامت مثبت و برفی هم استفاده کنیم بطوری در کار ما رو آسود میکنن بی بیتونیم عددها رو با اونا علامت دار کنیم بله در ریاضیات برای ساده و مختصر کردن بیان عدده های از علامت های مثبت و منفی استفاده می کنن. یعنی با آوردن اونها کنار عدد به اصطلاح عدد ها رو علامت دار عدد های مثبت و عدد های منفی اما چطور بفهمیم که کدوم عدد مثبت و کدوم عدد منفیه؟ آه برای علامت دار کردن عددها به سه مقیاس نیاز داریم <صفيق> اول مبدع اندازه دوم تعیین جهت های مثبت و منفی سوم واحد اندازه گیری بیایید نظری بندازیم به اون مثال اول یادتونه که حرکت به جلو و حرکت به عقب در این مثال نقطه او که شروع حرکت و هنوز مسافتی به جلو و عقب نشده معادل عدد صفر و مبدع سنجش ما خواهد بود بعد از تعیین مبدع نوبت میرسه به تعیین جهت های مثبت و منفی در ریاضی حرکت به سمت راست مثبت و حرکت به سمت چپ رو منفی قرار داد می آخرین مرحله تعیین واحد اندازه گیریه که اون هم به طور قراردادی انتخاب میشه. مثلا در اینجا ما میتونیم یک قدم یا یک پرش رو به عنوان واحد اندازه قرارداد کنیم. اینجا هر قدم رو با یک منحنی نشون دادیم. البته قدم ها باید مساوی باشن. پس اگر فرد از نقطه او که مبدع حرکته تا نقطه A حرکت کنه مثبت پنج قدم طی کرده و اگر از A به بی عقب بره منفی چهار قدم طی کرده پس ما به راحتی میتونیم با اعداد علامتدار مسافت های هر دو جهت رو مشخص کنیم در اینجا میبینید که مسافت طی شده در یک قدم به شرط اینکه قدم ها ثابت باشند واحد اندازگیری ما بوده که به طور قراردادی انتخاب شده اما ما میتونیم واحد های دیگه هم انتخاب کنیم واحد هایی که در ریاضیات معموله مثل سانتی متر، متر، کیلومتر و از این قبیل که واحدهای استاندارد گفته میشن چون اندازه هاشون ثابته و وابسته به چیزی نیست این واحدها مثل قدم آدم ها نیستن که با تغییر افراد و قدشون تغییر کنن یک متر همیشه یک متره بریم سراغ مثال دوم حرکت متحرک از نقطه A روی محیط دایره‌ای به مرکز O متحرک ما وقتی در نقطه A قرار داره و هنوز شروع به حرکت نکرده تا به نقطه B برسه زاویش صفره پس نقطه A مبدع سنجش ما خواهد بود در ریاضیات حرکت در جهت پاد ساعتگرد مثبت و حرکت در جهت ساعتگرد منفی در نظر گرفته میشه واحد اندازه گیری زاویه هم که میدونید درجه است پس وقتی متحرک از نقطه A حرکت کرده و به نقطه B میرسه مثبت 90 درجه رو طی میکنه و اگر در جهت خلاف اون یعنی در جهت ساعت کرد حرکت کنه تا به نقطه C برسه منفی 135 درجه رو طی کرده مثال سومم تعیین تفاوت قد افراد خانواده نسبت به قد خود منه خب چون قد من مبدع سنجش ماست اون رو صفر در نظر میگیریم. جهت رو به بالا که قد بلندتر رو نشون میده مثبت و جهت رو به پایین رو که کوتاهتر رو نشون میده منفی در نظر میگیریم. واحد اندازه گیری رو هم سانتی متر در نظر میگیریم. به این ترتیب قد پدرم مثبت 10 سانتیمتر نسبت به قد من قد مادرم نسبت به من چون هم قد هستیم صفر قد برادرم نسبت به من منفی چهل سانتی متر و قد خواهرم نسبت به من منفی 60 سانتی متر خواهد بود امروز یاد گرفتیم که در ریاضیات برای ساده و مختصر کردن بیان عددهای علامتدار از علامتهای مثبت و منفی استفاده کنیم و برای تعیین علامت عددها نیاز داریم که مبدا رو انتخاب کرده و جهت مثبت و منفی و واحد اندازه گیری رو به طور قراردادی انتخاب کنیم. تمرین یادتون نره.